سلام به همه بچه کانال نوت، ابوذر اسداللهی هستم در خدمت شما با یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو میخوام راجع به یه اتفاقی که چند شب پیش تو برنامه عصر جدید افتاد تو فصل سومش صحبت کنم، قسمت 11 که یکی از تماشاگرا رو به اسم آقای هومن یار محمدی به صورت کاملا اتفاقی بهش گفتن اومد رو استیج و برنامه رو ترکوند. ببین بچه ها، من یه خورده صدای تو گوش خودم رو زیاد کنم. من به هیچ وجه من الوجود تو کتم نمیره که این اتفاق به صورت اتفاقی افتاده باشه. حالا از روی ریاکتا به تو میگم، هم حالا در ادامه سری فکت میارم که به تو میگم که این اتفاق به هیچ وجه نمیتونه شانسی بوده باشه. خلاصه این که کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و لایک کنید. دمتونم گرم. بریم سراغ ویدیو. حالا اینجا میخواد مثلا انتخاب کنه که کی بیاد بخونه. یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، شش نفر، هفت، هشت. الکی نگینه، یوهو میارمتون پایین. باشه، تو راست میگی. سریع میارم پایین که گمشون کنی. یوهو یه نفر میارم پایین ها. 11، 12، 13. خب ببین بچه ها، همون اول دوربین رو کیه؟ ببین دوربین الان نمیدونم موسمو نشون میده یا نه، اینجا دوربین رو همین آقاست. خب واقعا اون الکی میگه که مواد پیداش کنه بیاریش بیرون. این وری اینجا چرا این وری خیلی خواننده ای؟ این آقا هنوز در بیا این وب دستش بالاست خیلی مده. ببین از سری نفر اول امین حیایی داره بهش اشاره میکنه. ایشو بیا الان ورد پایین ببین تا منو دید ترسیدی؟ میایم واقعا. بعد حالا ببین اولی نفری که اشاره کرد همین آقا بود، گفت که این آقا خیلی ادعاش میشه خیلی خواننده است و دستشو آورد پایین. بدم میاد، یعنی این که مثلا حالا مردم بگن آو چه اتفاقی افتاد، یه دونه خواننده شانسی آورد پایین و بعد فضای مجازی پر بشه از این داستان. ببین من کاری ندارم این آقا خواننده هست یا نیست که در ادامه اون رو بررسی میکنی، ولی اینکه یه هویی از داخل این جمعیت خب بگو میخوام یه نفر رو که صداش خیلی خوبه به من معرفی شده مثلا اینو بیارم. ببین من تو کتم نمیره واقعا که اینو شانسی پیدا کرده باشن. اصلا مشخصه همون نفر اول دوربین میره روی این آقا، بعد امین حیایی هم به این آقا چی میکنه، به این آقا اشاره میکنه. میای بخونی؟ نه اگه واقعی میگین بیاین تشو بیاین به دست افتخارشون بزنین. باش خانواده شون، شما خانواده شونی این کنارشون میخونن واقعا یا سرکاریم ما؟ ماشاءالله شما میخونین؟ بفرمایین. برو خوب هم میخونین؟ تموم شد اومدن تموم شد. آره اینجوری هم میخونه من تو. بفرمایین بچه ها میکروفون نمیدین؟ آشناته؟ داده چطه؟ ماشاءالله. آه شما برادرشونی؟ بقیه چی؟ باش باش اصلا طبیعی، اصلا شما نمیدونستین اینا تو جمعیت. دیگه خانوادگی هم میخونن. خانومشون، همسرشون. شما پسرشونی؟ باری کلا چه وزنه ای هم زدی. آقا خیلی خوش اومدین. مرسی. خب ایناش که همش فیلمه. ممنونم. اوه باری کلا بابا. ببین بعدم میاد که احسان علی خانی بگه من همچین فیلمی رو سر مردم در آوردم، بعد بگه هیچکی هم نفهمید. این خیلی بده. ارادت دارم. مرسی. شما چند سالتونه؟ من تقریبا 47 سالمه. یک ماه دیگه 47 ساله میشه. 47 سال. بله. اسم و فامیلتون میفهمید؟ من هومن یار محمدی. جناب آقای هومن یار محمدی. آقای هومن یار محمدی. چی میخونیم برام؟ یکی از کارهای خیلی قدیمی و دوست داشتنی از آقای آرتوش رو دارم. از آقای آرتوش؟ آرتوش، آره. حالا اون میخواست بگه یه دونه از آقای آرتوش بخون.
حالا خودش گفت قبلش. آخ یه کاریشو من خیلی دوست دارم، چند بکنم پارسال یا پیارسال محمد معتمدی هم خوند یه سریال شبکه سه پخش کرد. گریه نکن که سر نوشت. بله میخوینی برامون نفرین اسمه اگه اجازه بدین؟ امیدوارم. وای خیلی کار خوبیه، یه دست براشون بزنی. مرسی. نفرین اسم ترانه هم گفت. آها یه کاری میتونیم بکنیم. آها وایسین یه کاری میتونیم بکنیم. یک دو دقیقه هم وقت میدیم. محسن کو با موزیک دوست داری بخونی یا همینجوری میخونی؟ نه اگه موزیک باشه که خیلی بهتر. واقعا اگه موزیک باشه که خیلی بهتر. باش مثلا یه بگو بذار یه دو مثالشو بخونه ببینیم مثلا موزیک رو بزنیم یا نه. دو مثال شما برو ما مطمئن شیم. آسمان چشم او آینه یکی. خب باش باشه. اگه اینطوری دو پرده پایین‌تر خوندم موزیک بیاد چه؟ این فکر میکنه دو پرده آخه اگه این کار باز تنظیم شده که اوکی واسه هر کسی که بیاد میدونه که تو این از کجا فهمید که این آهنگه که الان این میخواد اجرا کنه دو پرده پایین تره نسبت به آهنگ اصلی دو پرده پایین تره یا نسبت به اینی که اینا میخوان پخش کنن؟ نه تو هم توی لپتاپمون داریم دیگه، ما سر موزیک تنظیم شده داریم. این کار آرتوش اگه بخونه داریم. دقیقاً یه کاری هم از آرتوش اجرا کرد که اینا قبلا تنظیمشو داشتن. باش اسمش نفرین بوده. بله نفرین. همه هم میدونستن به صورت شانسی که این آقا میخواد آهنگ نفرین اجرا کنه. تنظیم شده شو داریم؟ بله که دارین، مشخصه که دارین. نه نه من اصلا برای همین گفتم شما کار دیگه ای میخوای بخونی یا سخت نیست اینو بخونی؟ نه چون ما تنظیم شده اینو داریم دارم میگم. آخه از اول داشت همینو اجرا میکرد بعد از اول آهنگ همه دارن میگن اینو اجرا کن، خودش هم میخواد اینو اجرا کنه. جناب آقای هومن یار محمدی. مرسی. باشه آقای علی خانم دم شما گرم. رأی هم بدیم بهشون آقای؟ بله چرا که نه. واقعا آخه یه موجی ایجاد کردی که همه تماشاگرها بگم بله. بعد بگو میخواستم یه نفر که جا مونده رو به صورت غیر قانونی یه سری استعدادهایی که وجود داشته میخوام حق اونا رو ضایع کنم، میخوام این آقا رو بیارم. اینو بگو دیگه. چرا مثلا میسپاریش به تماشاگرها و یه موجی درست میکنی که از داخل اون موجه بگی آره من که نمیخواستم دیگه تماشاگران بودن و من تحت فشار امین داره میگه بیاریمش یعنی الان رای بدن بهش داورا تماشاگرها این کار انجام دادم. باش بچه ها زبدرها رو صفر کنی. زبدرها رو صفر کنی. اشکال نداره اگه چهار تا قرمز شد که خیلی خوب داریم؟ اوکی تموم شد؟ خیلی خوب. نه بابا اون دومسترات این کاره بود به نظر. آره بریم ماشاءالله. جناب آقای هومن یار محمدی به افتخارشون. از کجا قربان؟ هومن جا اهل کجایی؟ تهران. بله دیگه مشخص. بریم قربان. از اونجا دوستاتون گفتن که این آقا رو بیارید. آسمان چشم او آینه یکی. ببین بچه ها این کار باز تنظیمه. خب یعنی یک سری آدم اومدن از سر نشستن این کار را تنظیم کردن واسه این که من خودم موزیسینم، واسه این که بخوای هماهنگ بشی دقیقا بدونید کجا باید شروع کنی. الان یه آرپژی رفت، این دقیقا میدونست که باید از این نقطه شروع کنه. نمیشه، باید چندین ماه تمرین کنی که دقیقا بدونی کی شروع کنی کی تموم کنی. میدونین چی میگم؟ درسته کار قدیمی هست ولی خب باز تنظیمه، دقیقا فریم به فریم این آهنگ قدیمی نیست. آن که چون آینه با من روبرو بود. در این که ببین آقا خواننده است واقعا داره خوبم اجرا میکنه. خب
ولی شما اینو حساب کنید که چند هزار استعداد به این برنامه پیام دادن، سر تایمش هم پیام دادن و فقط چند تا انتخاب شده. حالا این آقا یهویی وسط برنامه میاد و شروع میکنه به خوندن، دقیقا هم میدونه که از کی باید شروع کنه، موسیقی هم که باز تنظیم بوده از داخل لپتاپ، یعنی هیچیشو نمیشه تغییر دادن، همینجوری زدن پلی بشه، این آقا هم هماهنگ باش. این آقای فردین میدونم که بررسی میکنه این داستانو، فقط من خواستم، نمیدونم بررسی هم کرده یا نه خدایی، ولی اینی که فکر کنه ما نفهمیدیم که این کاملا هماهنگ شده بوده، این خیلی به آدم فشار میاره. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او. اینقدر عصبانی هم از این داستان، اصلا به سختی میتونم لذت ببرم از این اجرا، چون اگه عصر جدید یه برنامه واسه کشف کردن استعدادا، این حرکت اصلا درست نیست. گریه نکن که سر بشت گرم را از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکیست. حالا میگم واقعا آقا خواننده هستش، آقای هومن یار محمدی، ولی داستان میاد رو این چند تا حق خورده شد به واسطه این آقا. آن که با من رو به رو بود در دان فرین بر سفر، این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ببین از احساسات مردم به چه صورتی استفاده میشه. باشه، شما هم بار اول این اجرا رو میبینید. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان باد، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان باد، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. این اومد فقط من رو زایر کنه؟ نه، ایشون نیومده بود شما رو زایه کنه، این حرکت از قبلش هماهنگ شده بود. بعد هم میاد این قیافه‌ای که اینو میگیرن. آنچه کردی با دل من، قصه سنگ و سبوت، ای والا پشمرده بودم، گر تو را صد رنگ و بود، ای دل از خورشید خندان، سینه تا بزنم جلو اینو. باش، آره تو هم که همیشه با تأخیر رای میدی. اون چی میگه بلند شدم براتون بفرمایید، همتون از سر لج من دارین این کارا رو. نه بابا، تو یه موجی درست کردی که بقیه سوار این موج بشن. احسان علی خانی هستی دیگه، اگه نتونی این کارو انجام بدی که این برنامه رو که نمیتونی بسازی. یا واقعیه اینا؟
الان شما چهار نفر واقعا نظرتون این بود؟ بله خیلی شما واقعا انقدر کیف کردی؟ علکی باریکلا آقا خیلی خوب بودی من کیف کردم سلامت باشین شما من آخه امین گفت تو رو صدا کرد و دستم آوردی پایین من فکر کردم سرکاری علکی دست شما دیدم هی میارن دستا رو بالا تامم تو اصلا اول ویدیو که بهتون نشون دادم اولین کسی که امین حبیبی به سمتش اشاره کرد همین آقا بود ولا غیر به سمت کسی دیگه اشاره نکرد دوربینم همون نفر اول ببخشید من فکر کردم لنزی مره دوربینم همون نفر اول رفت سمت ایشون میگم یهو میارم پایین باش دوباره اونو دیدم گفتم اون دستش بالاست تا برگشتم نگات کردم فقط یک بار گفت که امین حبیبی فقط یک بار دستشو فرستاد از همون اول هم دستش سمت ایشون بود حالا رفت داخل ابراهیمی دینانی 28 ساله کجا رفت ویدو کجا رفت ببخش من دستم خورد خب ببینیم اینجا اینجا چرا این وری خیلی خواننده این باش این آقا هنوز دستش بالا ببین امین حیی نفر اولی نفر یک بار بیشتر دستش رو نفرستاد همون بار اول بود که اینجا فرستاد سمت ما آقا ببین دوربین هم اول نشون دادم که رفت رویشون الان ورد پایین ببین نفر اول دستشو فرستاد سمت این آقا حالا بریم ادامه‌شو سرعت وی پی ان بسیار بالاست و همین الان لایه تماشاگرام اومد و میتونیم در فینال امشب تو رو داشته باشیم خودش هم واردش کرد داخل فینال همه هم موافقن از داورای عزیز خیلی تشکر میکنم دمت گرم ببین فقط باید بره فرم پر کنی باید بره ثبت نام کنی تو یه ذره از آخر داریم یه اول آره الان رفتی لطفا ثبت نام کن یعنی بدون بعدش هم که آقای کارن میگه آره این پایین تر بود این آقا ببین آهنگی که باز تنظیم میشه ممکنه واسه هر صدایی ساخته بشه این دقیقا میدونست آهنگی که میخوای پلی بشه این پایین تر اجراش کرد یعنی بهش گفته بودن تو پایین تر اجراش کن بعد بگو که آره مثلا اگه بالاترم باشه من دو پرده پایین تر خوندم بعد برادر آی علی خانی دوست عزیز بگو دوست داشتم اینو بیارم دیگه نفرمایین که به صورت کاملا اتفاقی و به صورت کاملا شانسی از داخل جمعیت ما این آقا رو آوردیم اینو نگو ببین ما فهمیدیم ما متوجه این داستان شدیم ازتم خواهش دارم بعدم میاد این پیجا نگن که اتفاق باور نکردنی از داخل جمعیت یکی آورد دوستان کاملا هماهنگ شده بود خیلی مخلصم سابسکرایب رو فراموش نکنید کامنت بگذارید و لایک کنید تا یه ویدیو دیگه خدا